دهه‌های 60 تا 70 میلادی دوره طلایی باله در تاجیکستان بوده. بالرینایی که در دوره شوروی سابق در مدارس رقص روسیه تحصیل می‌کردند، به زادگاهشون برمیگشتند و صحنه رقص شهر دوشنبه رو با جادوی گام‌های ظریف و نوک پنجه‌شون زنده کرده بودند. بعد از فروپاشی شوروی، خیلی از بالرینا، استادا و طراح‌های رقص تاجیکستان رو ترک کردند و باله تاجیک وارد یک دوره رکود و زوال شد. اما در چند سال اخیر اتفاقاتی مثل مرمت تالار باله و اپرای شهر دوشنبه و گشایش مدرسه باله تکونی به این صحنه خاک گرفته داده. یکی از کسانی که از این عرصه برای آفرینش کارهای تازه استفاده کرده نیما کیان طراح رقص ایرانیه که سعی کرده باله‌ای با حال و هوای ایرانی خلق کنه و از محیط آشنای تاجیکستان بیشترین بهره رو ببره. برنامه این هفته تماشا رو اختصاص دادیم به گزارشی از سهراب ضیا در این مورد. ملیکه سابیراوا بالرینی فقیدی تاجیک گلی سری سوتی باله در تاجیکستان بود. ملیکه از شوروی سابق به شهرت رسید که او را به کشورهای غربی و در کنار مشاهیر باله جهان بر روی صحنه برد. باله در تاجیکستان در اوج شکوفایی به زیبایی می درخشید که اتحاد شوروی دستخوشی فروپاشی شد. امسال بعد از دو دهه رکود برای اولین بار گروهی از بالرین های جهان تاجیک بار دیگر به اروپا سفر کردند. اما باعث و بانی این اتفاق این بار یک هنرمندی ایرانی است. باله در تاجیکستان قدمت 70 ساله داره. در ایران هم به همین صورت، با این تفاوت که در تاجیکستان یک تئاتر اپرا باله، یعنی این مکانی که ما درش هستیم، 70 سال پیش ساخته شده و از اون زمان رقصنده ها و همینطور خواننده های اپرا در اون فعال هستند. در ایران سابقه بروی صحنه بردن نمایش های رقص وجود داره از دهه 1930، ولیکن ساخت و سازماندهی اپرای تهران که همون تالار رودکی باشه از دهه 1960 صورت میگیره. روی دایره بایستید. نیما کیان وقتی 17 ساله بود از ایران خارج شد. تحصیلاتش را در سوئد در هنرستان باله مادام لیاشوبه شروع و در فرانسه به پایان رساند. در این سالها او با موسیقی ایرانی آشنا شد و شروع به تلفیق موسیقی سنتی ایرانی با باله کلاسیکی اروپایی کرد. ایده ای که موفقیت‌های زیاد برای او به دنبال داشت. نیما هرچی بیشتر با این موسیقی کار میکرد و خودش را به زادگاهش نزدیک و نزدیکتر میدید تا اینکه بالاخره سر از تاجیکستان درآورد. من سالهاست راجب تاجیکستان مطالعه و تحقیق میکنم، راجب تاریخ رقص تاجیک، باله تاجیک، و میتونم بگم اینجا این وطن دومم میمونه. ما فارسی همه حرف میزنیم، حالا با کمی تفاوت در لهجه، ولی همه به فارسی صحبت میکنیم. من پیامی که دارم به رقصنده ها میدم، فکر میکنم که این پیام متفاوت تر از اونیه که به رقصنده های اروپایی میدم. درسته که سازمان باله ملی تاجیکستان خیلی جوانه و راه زیادی رو برای شکوفایی باید بپیمایه، ولی کار کردن با رقصنده های فارسی زبان یک لذت دیگه ای برای من داره.
شش تن از دانشجویانی که در این پروژه حضور دارند از کسانی هستند که با مخارج دولتی رقص باله را در هنرستان باله در پرم در روسیه آموختند و این اولین کاری حرفه‌ای آنهاست. دولت تاجیکستان در این سالها شروع به سرمایه‌گذاری جدی در بخش هنر کرده و این پروژه هم بر این اساس به سرعت به نتیجه رسیده است. پروژه ادغام هنر باله با موسیقی ایرانی با همکاری دولت، نیما کیان و هنرمندان از نقاط مختلف دنیا. البته این خیلی کار رو ما ندیده بودیم. ما در دوره شورایی که چقدر ما به شما معلوم است بلید میستر ها می آمدن، همه از اوروپولی که همه روس زبان ها بودن، دیگر ملت های اوروپایی بودن، لیکن خونی ملی شرقی نداشتن. و جناب نیموکیان اثبات نمود که بلید، یعنی اون صنعت خرگرافی کلاسیکی جهانی خیلی هم مشکلی که اومان در دنیا وجود دارد، بشر خیلی هم وابستگی دارد. ویس و رامین داستان عشق متقابل شهوانی و افسرگسیخته دختر به نام ویس با برادر شاه موبد به نام رامین هست. ویس در حقیقت در عقد شاه موبد است و سخت از این پیوند ناراضی. برنامه‌ای که در تاجیکستان به روی صحنه میره اسمش هست سفر به سرزمین فیروزه، که این در واقع استعاره ای از سرزمین‌های شرقی یا فرهنگ ایرانی پارسیه. این برنامه شامل 5 اثره و پرده اول شامل میشه از باله ویس و رامین، که در واقع این قسمت کوتاهی از باله بلند ویس و رامینه که بعداً به روی صحنه میره به صورت کامل، که موضوع ویس و رامین در واقع داستان عاشقانه همون ویس و رامینه، داستانی که اسعد گرگانی به نثر و نظم در آورده. بعد از مرگ ویس، رامین پادشاهی را کنار گذاشته و مدتی 2 سال بر سر قبر او سوگواری می کند تا بالاخره موفق به دیدار ویس در جهان پس از مرگ می شود. نیما کیان فرهنگ ایرانی رو به زبان رقص باله نشون میده. این کار سختیه. او موفق شده و ما از همکاری با او خوشحالیم. موسیقی ایرانی برای ما مشکله. رقص با موسیقی کلاسیک برامون آسون تره. هفته اول ما فقط به موسیقی گوش میدادیم تا به اون عادت کنیم و اونو درک کنیم. ما از ساعت 10 صبح تا 8 شب تمرین میکردیم. هرچند اوایل مشکل بود و دخترها گریه میکردن و از درد پا شکایت داشتن، اما با این همه کار با او برای ما جالب و دلپذیر بود. اما فکر میکنم حالا برای اجرای برنامه آماده شدیم، چرا که حالا بدن، دست و مغز ما با این موسیقی اخت شده. یخ. 3 صحنه. یخ. اورده. او 5 صحنه در. سادجه بشینجی نه زمان هر شی اولور زبان ما زبان حرکت، زبان رقصه و گذشته از اون ترمینولوژی رقص یا بال تئاتر به فرانسه است و همه میدونن از هر کس از هر کشوری که بیاد با ترمینولوژی بال آشناست و به این خاطر اصلا مشکلی در ارتباط با زبان وجود نداره.
سمفونی مرثیه بر اساس قطعه موسیقی نوحه خان ساخته علی رهبری طراحی شده و ریشه در آینهای سوگواری فرهنگی ایرانی دارد. این قطعه سرگذشت مرثیه خان را روایت می کند که از شدت تاثیر و اندوه جان می سپارد و خودش که راوی یک داستان اساطیری است با اسطوره بدل می شود. اسم این اثر هست سمفونی مرثیه و این در واقع مرثیه و مرثیه خانی رو در فرهنگ ما بیان میکنه و نشون میده. در رقص مدرن سعی میشه که از دکور یا لباس زرق و برقدار استفاده نشه و همینطور که این برنامه، این باله اولین تجربه باله ملی تاجیکستان هست، همه چیز رو به صورت اساسی و پایه‌ای سعی کردیم شروع بکنیم و یکی از علت‌های این که این لباس‌ها انقدر ساده است همینه که بیشتر به حرکت‌ها و اشکالی که اینها به وجود میارن توجه بشه تا به زرق و برق لباس. طبیعیه که برای ما این شکل اجرا و موسیقی چیز تازه‌ای داشت. ما زمان کمی برای تمرین داشتیم و برامون سخت اما مفید بود. این اثر در اساس رنگ و بو و محتوای شرقی داره. موسیقی زیبای مردمی و آهنگ و ریتمی داره که باید به اون عادت کرد. رقص کلاسیک با موسیقی ملی اجرا میشه. به نظرم این زیبا و جالبه. ما تازه از مدرسه باله فارغ التحصیل شدیم و دلمون میخواد هنر باله در کشورمون رشد کنه. باله زن در 5 صحنه سرگذشت زن را از آغاز خلقت تا دوران معاصر دنبال می کند. قطعه با آفرینشی هوا از دنده چپ آدم و ابراز عشق مرد به زن شروع می شود. اما این ابراز عشق با نیاز به تملک همراه است و به تدریج زن را وامی دارد تا برای رهایی خود و کسب جایگاه برابر با مرد تلاش کند. کاری که من کردم که امیدوارم موفق شده باشم تلفیق تکنیک باله کلاسیک با حرکات ایرانی و موسیقی ایرانی بوده. در آثار دیگه مثل زن، مثل سیمی جان هم همینطور. حتی در باله های مدرنی که به وجود آوردم مثل باخ‌های معلق آرزوهای گم شده و در همین اثر اخیر به نام سمفونی مرثیه، این در واقع موسیقی ایرانی بوده که این یاری رو به من داده و کمک رو به من رسونده که پیامم رو در قالب این موسیقی، در بطن موسیقی ایرانی ولی با تکنیک باله غربی بیان بکنم. پرده دوم این
اثر یا نمایش سفر به سرزمین فیروزه‌ای شامل 3 اثره. اولیش هست سرزمین فیروزه‌ای در آرزوی صلح، که هر کدوم از این رقصنده‌های زن سمبل نوعی جواهر هستند که ریشه در این خاک دارن، یاقوت و الماس و مروارید و زمرد و همینطور فیروزه. متاسفانه سازمان‌های باله مختلف در کشورهای آسیای میانه و خاورمیانه میشه گفت قریب به اتفاق ناشناختن. اگر شما به طور مثال دایرة‌المعارف رقص رو، چه اونی که در فرانسه چاپ شده به زبان فرانسه است و چه اونی که در انگلیس به وسیله آکسفورد چاپ شده، صحبت زیادی نیست. از میون تمام این سازمان‌ها فقط از به طور مثال در دیکشنری یا دایرة‌المعارف رقص آکسفورد فقط از باله ملی ایران نام برده شده. با این حال که باله ملی ایران الان 30 سال از بین رفته، ولی باله ملی تاجیکستان، ارمنستان، مصر، آذربایجان سالهای ساله که وجود داره. حالا دوران رکود هم اینها داشتن، ولی هیچ وقت از بین نرفته. Thank you.
اثر بعدی سیمیجان هست با صدای خانم زهره جویا که خواننده اپرای مقیم اتریش هستند و در این اثر در واقع یک داستانی که وجود نداشت، داستان رو من به وجود آوردم، لیبرتوش رو خودم نوشتم به وجود آوردم، راجبه دخترکی که در شمال تازه عروسه و منتظر دیدار شوهرش هست که به ده بغلی رفته برای به اصطلاح کار کردن و با دوستاش این رو در میذاره. برید عقب، برید عقب، فقط در سرش استوب کنید، بعد بشینید. من امید و آرزوم اینه که تا وقتی زنده هستم همکاری نزدیک و مشترک کشورهای این منطقه رو مثل اروپا ببینم. بنده در اروپا مستقر هستم و اونجا زندگی میکنم و خوشحالم از اینکه تجربه اتحادیه اروپا رو به چشم دیدم و دیدم که صلح، همکاری و خدمت شما عرض بکنم همپیوندی به بهترین وجه ممکن بین آدم‌ها و حتی کشورهایی که فقط 60 سال قبل به بدترین وجه ممکن با هم دیگه در جنگ بودن ممکنه و امیدوارم که این فعالیت‌های من در قالب فعالیت‌های فرهنگی و هنری و سازمان بال ایران منجر به این بشه که هنرمندها، فعالین هنری، فعالین فرهنگی در کشورهای مختلف با هم دیگه همکاری بکنن و من مطمئنم که این منجر به این خواهد شد که آثاری که به وجود میاد هر چه بیشتر غنی‌تر باشه و از یک فرهنگ مشترک تغذیه بکنه. تی واسه من لجب باشم، لنگرود باشم، دیلم هم باشم، حتی تا با مام باییز بیلی، تو با مامی پلی. به نازم های دیلت یا مونا، نتانم های دانده دیشونا، و به منی میپلی و ایس بیلی خیلی باز خیلی همو چال بیبی مای سبز سار یا بلفشی چشم بر Thank you.
تی واسه ما لجام باشو لنگرود باشو دیلما باشو حتی تا با مام باییز بیلی تا با مامی پلی تا تولدی ستاره همچون ملیکه سابیراوا بالرینی فقید تاجیک راه طولانی در پیش است. اما رقصندگان تاجیک پیمودن این راه را با گام‌های ظریف و نوک پنجه آغاز کردند.